سلام دوستان، خب تو اینجا میخواییم در خصوص تابع هایپرلینک صحبت بکنیم. تابع هایپرلینک علاوه بر اینکه یک تابع هستش توی اکسل و میتونیم اونو بنویسیم و هایپرلینک کنیم و لینک کنیم به جای مختلف، یک ابزار هم هست که میتونیم با رایت کلیک اینجا هایپرلینک رو انجام بدیم و یا تو قسمت اینزرت هایپرلینک رو انتخاب بکنیم. خب هایپرلینک یکی از در واقع ابزارهای و تابعهای خیلی مهم توی اکسل هستش. چرا؟ چون 4 تا قابلیت مهم رو در اختیار ما میذاره. اولین قابلیت اون اینه که ما میتونیم تو یک سلول لینک بدیم به برگه‌های مختلف همون اکسل و حتی به سلول‌های مختلف همون اکسل. بر فرض مثلا اینجا من میخواستم لینک بدم اینو به قسمت وبسایت ها به سلول C2. اگه بخوام از ابزارش استفاده کنم کافیه هایپرلینک رو انتخاب بکنم، بعد پلیس دیس داکیومنت رو انتخاب بکنم. میگه تو کدوم داکیومنت، تو کدوم برگه، برگت رو انتخاب کن، که برگه رو انتخاب میکنم، بعد کافیه سلولت رو اینجا بنویسی و بعد اوکی کنی و به راحتی اینجا هایپرلینک انجام میشه و وقتی که روش کلیک کنی میره روی اون سلولی که میخوای. حالا قبل اینکه ما قابلیت دومش رو بگیم، بیاین تابش رو هم ببینیم. تابش خیلی ساده است. میگه اون آدرست رو وارد کن. اگه بیایم آرگومنتاش رو ببینیم، میگه لوکیشن تو بگو، لینکی که میخوای بدی آدرسش کجا هستش. اگر برگه اکسل باشه، به یک برگه اکسل و یا در واقع سلول اکسل بخوایم لینک بدیم، این لوکیشن شما اول باید اسم پیجتون باشه، اسم برگه باشه، بعد اون سلوله باشه، اسم برگه بعد داخل کوتیشن باشه، علامت تعجب و بعد در واقع سلول. اولش هم یه علامت شارپ باید باشه، این علامت شارپ نباشه نمیشناستش. پس موقعی که میخوایم از هایپرلینک تابع استفاده بکنیم، تابع هایپرلینک و به داخل در واقع اکسل رجوع بدیم، باید اول آدرست یه شارپ داشته باشیم. خب این تابع در واقع هایپرلینک. حالا قابلیت دومش این هستش که خب میتونیم به یک وبسایتی لینک بدیم. کافیه توی اکسل ما یه دونه لینک داشته باشیم، مثلا این لینک رو از یه جای کپی کرده باشیم و وقتی که اینجا توی یک سلولی قرار میدیم، اگر به صورت خودکار هایپرلینک نکرد، کافیه بریم داخل اون سلول یه اینتر بزنیم، میبینیم آبی میشه و هایپرلینک میکنه و وبسایت رو نشون میده. روش دومش این هستش که بیایم اینجا دوباره کلیک راست کنیم توی هایپرلینک و این قسمت existing file or web page باشه و اینجا لینکی که میخوایم داشته باشیم رو توی قسمت آدرس بذاریم و میخوایم چیزی که میخوایم نشون بده رو تایپ بکنیم و اوکی کنیم و اون وقت میبینیم که هایپرلینک انجام شده و قرار داده شده. خب روش بعدیش هم دوباره از استفاده از در واقع تابع هایپرلینک، کافیه لینکمون رو داشته باشیم، عنوانی که میخوایم نشون داده بشه رو اینجا بنویسیم و بعد اینتر کنیم و اینجا وقتی که از تابع استفاده کنیم ما لینک های مختلف داشته باشیم، میتونیم به راحتی تا آخر بکشیم و تابع رو داشته باشیم. بعدیش این هستش که ما یک سری فایل رو توی در واقع کامپیوتر خودمون داریم و میخواییم به اون لینک بدیم و اون رو باز کنیم و فقط کافی که آدرس اون توی کامپیوترمون رو داشته باشیم. این آدرس خوندن هم خیلی سخت نیستش، یکی از نرم افزارهای ما هستش که به راحتی فراخوانی میکنه آدرس فایلاتونو، که اصلا ما یه دونه اینجا نرم افزار داریم که مدیریت در واقع فایل ها و فولدر هاست که خودکار فولدر ها و فایلاتونو فراخوانی میکنه و هایپرلینک هم میکنه. حالا شما هم اگر آدرس ها رو اینجا توی یه اکسل داشته باشین، مثلا آدرس موزیکاتون رو دارین و میخواین هایپرلینک کنین، هایپرلینک به راحتی باعث میشه که اون فایل رو باز کنه به صورت خودکار از اکسل و در واقع اون رو پلی بکنه، حالا میخواد عکس باشه، پی دی اف باشه یا هر چیز دیگه، و کاری هم نداره. گفتیم که یا از تابع هایپرلینک باید استفاده بکنیم که لینک در واقع لوکیشنتون رو میذارین یا عنوان رو، یا اینکه کلیک راست میکنین روش و insert hyperlink رو انجام میدین که existing file or web page هستش، که کافی آدرسش رو داشته باشین، توی قسمت آدرس بذارین و عنوانش هم مثلا اسم اون آهنگه هستش که الان اینجا داریم و بعد اوکی کنین که دقیقا hyperlink رو با ستون میسازه.
خب در آخر یک مورد آخر هستش که لینک به ایمیل هستش. وقتی که میخواین یک لینکی به ایمیل بدین، اگر از تابع هایپرلینک استفاده میکنه، اولش باید میل تو دو نقطه رو بذاریم و بعد آدرس ایمیل رو بذاریم و اینجا دیگه راحت ایمیل هایپرلینک میشه و وقتی روش بزنین گزینه یا نرم افزاری که میتونیم باش ایمیل ارسال کنین رو میاره بالا. و یا اینکه دوباره کلیک راست هایپرلینک و تو قسمت ایمیل آدرس اینجا میل تو رو میتونین به عنوان ایمیل آدرس انتخاب بکنین. خب اینم از تابع هایپرلینک. ممنونم از توجهی که داشتین. تا جلسه بعد، خدا نگهدار. برای دیدن جدیدترین محصولات و ویدیوهای ما به وبسایت diaco.com، کانال یوتیوب diaco ltd و کانال تلگرام diaco ltd مراجعه بکنید.